در موضوع هسته‌ای حتما شما اطلاع دارید. روشی که در دولت قبل به نام تنش‌زدایی در پیش گرفته شد به جایی رسید که تمام تأسیسات هسته‌ای ما به طور کامل تعطیل شد و دو تا قرارداد بر ملت ما تحمیل شد، یکی پروتکل الحاقی بدون مصوبه مجلس برخلاف قانون اساسی و دو ترتیبات اجرایی. سنگین‌تر از این تحمیل بر ملت نمیتونه باشه. تأسیسات تعطیل شد، سنگین‌ترین تعلیق، همه تأسیسات پلم شد، دو تا قرارداد پذیرفته شد. در همون فاصله جناب آقای موسوی، جهت اطلاع حضرت عالی میگم، 7 قطعنامه شورای حکام علیه ما صادر شد، در حالی که عقب نشینی مطلق بود. قطعنامه شورای حکام به لحاظ حقوقی بسیار مهمتر از قطعنامه شورای امنیت است. شورای امنیت قطعنامه سیاسی است، اعتبار حقوقی نداره. اما شورای حکام قطعنامه‌اش حقوقی است، ما را ملزم میکنه که کارهایی را انجام بدیم. تمام ادعاهای آژانس در 6 سرفصل در دوره این دولت حل و فصل شد و ما نامش رو از آژانس داریم که گفتند آقا مسائل اساسی ما حل شده است. در وسط این بحث ها آمریکایی‌ها یه ادعایی کردن، اونا دارن اینو دنبال میکنن که ما هیچ وقت اون رو به رسمیت نشناختیم. در سعدآباد، در بروکسل، در پاریس چه گذشت جناب آقای موسوی؟ امروز ما هسته‌ای شدیم. برای 3 سانتریفوژ صورت مذاکرات رو شما بخونید، چقدر از این ور خواهش می‌شود. امروز بیش از 7000 سانتریفوژ داره میچرخه. آقای بوش بعد از این همه همکاری در افغانستان و در موضوع هسته‌ای اعلام کرد ایران محور شرارت است. تعجب میکنیم اونجا آبروی ایران نرفت، ایران رو تهدید کرد به حمله نظامی. اما امروز چی؟ همون آقای بوش در اواخر عمر حکومتیش اعلام کرد ما دنبال براندازی ایران نیستیم. و آقای اوباما هم به صراحت اعلام کرد 27 سال در دوره جناب علی، جناب آقای هاشمی و جناب آقای خاتمی آمریکا به دنبال براندازی بود. امروز رسما اعلام میکنه ما دنبال براندازی نیستیم. کدوم سیاست خارجی موفق بوده و کدوم ذلت آفریده؟ کدوم سیاست خارجی استقلال ما را حفظ کرده و کدوم بیشتر امتیاز داده و دستاوردی نداشته است؟ عزت یک ملت در سیاست‌های گوناگون تعاملش با کشورهای دیگر و دولت‌ها و قدرت‌ها این است که از استقلال رأی برخوردار باشد. یک دولت، یک نظام در مقابل قدرت‌ها اونچنان ظهور کند که نتوانند در هیچ مسئله ای اراده خودشون رو بر او تحمیل کنند.